درود با نام و یاد خدای مهربان. آها ببخش بسایم بیا دیروز بابا حرکات من دیروز محمد اینجا بود بهش گفتم بیا مثل وومن بریم خب بعد اینجوری کرد اون موقعی که آفتاب تیزه باید اینجوری باشه درود بر شما همه دوستان عزیز هر جایی هستی آرزوی بهترینا براتون دارم اومدیم با شما باز هم با هومی کوچیلی من سنگینم سلام خوش آمدیم متشکرم که ما رو درود به شنوندگان و بینندگان نجیف و شریف سنگین مهدی سبد میمه خیلی خوش آمدید به این برنامه امیدوارم تا این به اوقات خوشی رو داشته باشید مخلص همگی پیشنهاد انتقاد هرچی هم دارید فوشا رو بر مهدی بنویسید همه رو میخونه پیشنهادارم خودم میخونم در اسرع وقت همه رو میذاریم هومن زمانی که در هواپیما کار میکرد و پشت مایک میشست و میگو مسافرین محترم لطفاً دقیقاً همونا دوست دارم کارشون باحاله داشته باشیم شبخند با میر مفتونه بچه‌ها پارت 1ش داخل چنل هست میتونید ببینید پارت 2 و قسمت جذابش رو با هم دیگه قراره ببینیم با هومی کوچیلی استارت لتس گو باشه باشه همون خوشنمای شازیری شب خواهد بعد نمای ها را هیچ غیر حاضر هم نمی کنیم اینو دیدیم ها با هم آره یکش رو دیدیم یادم نمیاد اصلا همان عاشقی را می نمونه جلو سویلا با دل داده اینا غیدم نسرین و فریبا Parino Pariso, siamo i parivas. Parino Pariso, siamo i parivas. آصف جلالی چه حاله چه با تعجب نگاش کردی لازه آقا همون میخواست سنگی باشه گرم میکنم فرزانم و دردانم و اجلال و شکیلا این یارو همه دختره رو اسم میاره تو همه برنامه میخونش دل بردن دل از بری من غم را یلدا و خندیسا دل از بری من ای مهری ام مهرو ام مریم مخفی ام شاغی دو رابی او جال او زهرا مفتون بری خورشیدم و شناز و شینا رخشان او سیمین و پری پیکر و از را رخشان او سیمین و یه پری پیکر و از را آما یوسفی بازاری سخن بودم و بودن ای خوبان به هوا داری منم چه زلیخا چهرش عوض شده؟ نه همونه ای وای فلکه آره آره آفرین ای امینا ما بودن بلای دلی عاشق امینا غم بودم ده پای غارتی دلغا امینا غم بودم ده پای غارتی دلغا ماشالله ای آمد غرم و ایت کسم دست نگیرد ادامی وقتی جوانی ماما من بودم و امینا ای امسیری دلنگز بوده عبیه خوبان اشعار فیروزی است اما دلکش و زیبا اشعار فیروزی است اما دلکش و زیبا ای اشعار فیروزی است اما دلکش و زیبا دست
دست درد نکنه. کلام با چطوک نام از یام تو قطارک در یادت نه یک سر ما فکرم چک که اگر نامت یادت میره باز میکدی نه گپا میفهمی. سلامتی میر مفتون و همه دخترهایی که اسپورت ساملیگ زرماری نخواهیم یاد نام به خدا پریناز و پروین موسیقی گپا رو زنده باشیم. امو ترامه است، امو ترامه است، خطا نخره که کسی خفه نشه یا نمانه یا چرا دیگه این توی اگان گپا است. 30 سال اولین کس جلالی صاحب سر دایه فهمید دیگه مردم مرا تالا ایگا پا کسی نفهمیده بود. اینی میگه پا حالا که گرچی بیننده تماشا داره راست میگه بیننده محترم ای را گپ جلالی صاحب بخی تایید است. اما هنرمند شاید اموتر باشه، اما خودم خو اموتر هستم. چرا انسان از سو شما بله. خالی نیست فکر مصرع شعر که از فکرم برات ما این تو یکی ای دراز میگم تا فهمیدی. خب استاد چه وقت است که رباب میزنن؟ میگم 12 سال میشه. 12 سال کم میشه. یعنی 15 سال پیش از دیگه نواز چیزا رو می نواختم. دور خب دیگه آلات موسیقی. بله هارمونیا می نواختم. میگه پاس. خب 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 خب. چطور باز واز سرت خوش نخورد؟ خسته شدی کتیش؟ خدا نخواسته چی رقم شد که رباب انتخاب کردی؟ بسابا می آقای مفتون یگان بفرما. استاد میگه که کمی بلندتر میگه صحبت که ما هم گپ خوب یگان 15 سال هم قدر زیادتر میشه. یگان 15 سال امرای آقای مفتون ارمنیا و دول میگه پا کار کردیم. خب بعدن باز یک شرایط جواب کرد باز امیر بابا هم امرای همی کار میکنم و با همی بودم و یک آدم و یک مسلمان گیر که تا که کل حالات از این کار نکنی لازم نه همه توری اگر شد همه توری اگر شد تیرو به کجا زد دهنت سرویت یکی رو گیر آوردی تا قشنگ جیرش ندی پاره ولکن نیست خب مردم ها نامش هنرمند معلوم است. اگر برنامه را سیل کنه هنرمنده را کلش احترام دارم من. بله چی هنرمند باشد اما کسبکار در رفاقت و اندیوالی و همکاری در روزم بردن نمیتونم. ما 30 سال است که همون تو رستیم سیل خیر ببینید خنیسه نه حتما نیم خود کدام 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 سر و کدام راز خدایی است که قدر دیر دوام کنید. آه سیف برادر 30 سال ده یک اولید فکر نکنید. نه سیف نه نه هیچ امکان نداره سیف 30 سال است. بازوام که دو بیادرهایی که یکیشتون یک کاندید باشه دیگه شد سر نانا باید امترام شد امترام شد. خب یک چیزی البته مدو تورما سعی اقداری میکنی اون استادم کتی تز در حساب مادیات دنیا آمدیم یکی او خلاص خوب شد که شما گفتید یاد کردید. بله یاد کردید. اما گپم امروز در دنیا اینه میگپ هست اینه میگپ هست دیگه. ما شخصا خودم در مادیات دنیا در پیسه چی ما خودت که مصرف هستیم و کارم نداریم پیسه را های خیلی هیچ پرسانش نمیکنم که چند گرفتی چی کار کردی چی نکردی تاری اندیوالی و رفاقت و ایم خیمت پیسه را به طول میگیره که اینجا خودم ما کم کده دی او از طرف دیگه جلالی سیب یکی موضوعات اون نشده ما بین ما وزی چند چند دیگه پا دیگه ما بر یزی گفتیم که اگر ما در کدام پروگرامی میریم پیسه ای رکی میگیرم. ما گفتیم که توی تو فکر که یک خانه دو بدخشان است یک تش در کابل مرا غرض نیست خرچی او جارم روان که خرچی جارم بکن دیگه اگه ما موتو خرچ موتو خرج میکنیم. یکی جلالی سیب یک گپی دیگه که در حساب سری همه موسیقی ما چیزی را که من ناب ناب میخوانم من سیب بله دیگه این حالی همی آدم عادت کده میتونه دیگه دوستان نام خدا بسیار نوازنده های بقوت است امروز در افغانستان بله. چی رباب باشد که دول باشد یا دنبوره یا دیگه کاری مرا کردن نمیتونم. این اسکندی ما یک کدام موسیقی بسیار زورم نداریم فهمیدم که او را کسی نفهمه و به طبیعت دلم نه خوکی همی همی تنکدی استاز میفهمه که کجا روان استاز کجا روان است. بله آسف بله آسف بگه فقط اینا میتونن با من بزنن بقیه نمیتونن در ایران گفت هستن خوب خیلی داره ولی اینا مچن و فلانن و این داستانه و بالا تا
تعریف و تمجیدی کرد و کسی هم تخریب نکرد. چی شد؟ اونا آره باش هماهنگ شدن دیگه. گلاب نداری؟ گوشام درد نه انرژی درینک داریم. جو دوستان عزیز خالی سلامتی همه. چرا گوشات درد؟ گلابم دارم. چرا گوشات درد گرفته؟ نمیدونم. اینو میذاریم تو درد نمیگیره گوشات؟ چرا من یه ذره میارمش بالا که قشنگ گوشمو کیپ نکنه. با گلاب پیکی؟ خب بریم ادامه. چرت و پرت سنگینیم. سنگین سنگین باش. 200 کیلو. ادامه لحظات شیرین شبخند و همکاری بوله توپوله پیداش نیم. واا آریانا از شماست. وطن داره عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم. آفرین تان آقای مفتون، یا فکر میکنم که آفرین ما هم که دینم قدر دز و دز و خرابی و رشوت خوری و غلطی و قرآن خوری و کچی و کچی و کچی که شما میخوانین و من یکان فکایی میگم که آدم خنده کنم. چاره نیست به خاطر از این که اگه کارم نکنیم میبریم. آه والا میبریم زاره کفک میشه. آه سیب خون مردم دیگه سیب که اگان خودمون طبیعت خودمون روشن نسازیم چی چاره کنیم دیگه. در محفل عروسی که میباشی که اگه تن فرمایش میتن باز چه رقم ما میذاریم؟ بخی بچای بچایی که وطنچی نیست مویای درا موی درا اونا میشناسن ما میشم و با اونا خو خو نواخته خو 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 ان شاء الله. فقط همین سه نفر هستیم. خارج هم که میرم همین سه نفر. به داخل هم که هستم دیگه هنرمندا برادران که میبینم نام خدا بسیار رق موزیک دارن که تیلر وری ها دیگه از ما فقط این میسته بس. اما برکت خدا و دعای جان جور محفل بخی همو تو جان جور دم آخر صد تشکری میشه. صحیح شد. نه 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 خب معلوم دار است مثلا موتر تیلر و رکشا تیلر در را بندی بند میمونه چرایی آمد فایش دست تا وا یک معامله را خلاص میکنه شما سه توربه دیگر را میگیره همه تو تیزکار تیزکار ها خانده را باید یک دکتر شروع کدی از شما فش در شکیلا خلاص از برو سر بزن وای یعنی کسی تو رو زده تایم پورا بشه باز خود تیت گپ هم نمیزنی در مفلا یک چیزی بگو فکایی یاد نداری یک فکایی میگم باشد خود سید کتی دول یا بیدول یکانش یکانش دم کوک خب من جایشم میگم یک فیل بود و یک مرچه این فیل مریض شده بود خب بمشه تو بگو باز خب این فیل مریض شده بود مرچه ای رمه بره پیش دکتر خب پیش همی دکتر میبردش دکتر میگه میاد پیش مرچه میگه یک چند سیسی خون به این وکار است این مرچه دور میخوره میگه چند سیسی را چی میکنی برو یک بیله را در که بخشت خون میتونی اوه بیشتر چیه بیار باید خون بگه بیله 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 چیه میدونی تو یه چیز بزرگه که جا زیاد میگیره نمیدونم چی بهش بگم من آجا. در زندگی دو خاطره داشته بودم که بعد تو گفته بودم یکی خاطره تلخ و ترش که همون تیاره بود منم بشکه میشه او یکی خاطره شیرینش گفته بودم اتو. نه شیرین خواه شیرینش مانده خب ما رو خوب پرسان نمیکنیم و میفهمیم که با ما گذشت میکنیم نوبتت برست خودت بفرمایم خاطره شیرینش اینه میست که مرا یا سال 2003 بود 2003 اگه 7-8 سال پیش مرا ملیکه آلند خواست کشوری آلند رفتم یک جایزه جیانی به ما برآمده بود پادشاه آلند مرا خواست رفتم کشوری آلند بلیا بعد همون شبی که ملیکه آلند قطعی همی دنبوره مرا گفتن که همون وسایلتم قطعی بیار همون دخترایی که ترجمان میکرد گفت که وسایل یا موزیک تام بیار ما گفتم یک دنبوره است آوردمش میارم امرام قدیم همیشه هست باز در تالار 10 دقیقه به ما وقت دادن بعد از اینکه پیش بعد از اینکه می جایزه را به من لازم نگرشت اون داد
چی شو؟ ملکه هلند ببین عجب چیزیه برادر. چه سنگین باش دهنسه این بیشتر میخوره عجب و سنگینه خیلی بیشتر میخوره به رئیس جمهور کرواسی. آره دیدمش آخه رئیس جمهور کرواسی هم همین قیافه رو داره شبیه اونم عکسش اومده بود بیرون میگفتن اونم خیلی چیز موجهیه. آره من چرا سرخ و قرمز میشم تو شبیه چیز میشی نور بهت میپاشه ممنونم. خو یکم باری که در اومدم پیش ازی ما دم وطن مشکل تراشی میکردم که مام مادرم مریض است من رفتن نمیتونم کشوری آلند یعنی مشکل تراشی میکردم هر گپی که ما همیجا میگفتیم کلی ازی همی میرفته با امو دموجا میگفتم میرسیده که در آمدم گفت که مادر جور شد والا اگه در آقام جلال رسیب یکم پرسانش همی بود گفت مادر جور شد بگنه من خب بانه و چونه میکردم که حالا مرا چی تکلیف هایی رو بخیه بره شرایط جنگ و جنجال رو بگیرنم همون وقت بگه باز یک ده دقیقه با ما اینا وقتی خواندن دادن که حالی بخوان یک ماهی که یک چیز رو دیدم که تیار کردن من گفتم اون با ماست دیگه اتمی یکی با دم بورم و یک ماهی با خدم و باز خیستم یک دسته سخن گب زدم و بعد از او یک دو خواندن اکدم دو خواندن اکدم که خیلی او چسبید این مردم نیو تخر نیست قرار دیگه دمی فکر سن یا در فکر سن خواندن ها خلا شده بسیار چک چک و چک چک و بعد نگا امو بچه یا ملیکه آلند و امو سنویش یا امو جا شیشتگی بودن دیگه همی ها مر امو جا خواستن و خیلی بسیار با این مردم و بگمون و همی دنبوره ایم و اینا فارید جالب تمام شد حتمان دیگه کی خودی از این رسه ای که پاک چو دو قصر و دو جا که شما و شمدانا و چراغا و این سیب تختا و مرسه و چوکیا و کوچا و سبان الله دیگه قطعی دنبوره چوبی که ما یک شو تا یک بجه شو دموجا خطی مردم ها سرگردان چی که سپری کردیم دیگه او خاطره تلخشی تیاره که یادم نمیره براستی میگم خاطره جالب در زندگیم شبی بود که به امرای ملیکه آلند قطعی دنبوره هم ده دقیقه خواندم ما مرا چوکی و چوکی و میز با میز قطعی دنبوره خیلی حرفه ولی ما میگفتم خیلی بد رواج شانست ولی ما خلنگ نیستم همی که ما بخواستم که جایم بخیزم با یک شای خلوم میگرفت یک شای خلوم که ولی ما چیم بلای میکدن یا میگفتن بتکلیف نشد البت والا اگه بفهمم دیگه یا گفتن آقا یا بایزای میمون نوازی شان همون تو میکدن ها البت میمون نوازی شان همی تور مرا بسیار آرمت میکدن چه رقم نه خواندن زنانه کدی یا مردانه بعد دسته خواندن زنانه کدی که با دختره از قولم بگیره خب اگه مردانه میخواندی خود دو تا نفر قشتی کجا میاورد که در قف دست تیسون میبرده تیسون خواندنهای ما جلالی سه بگه زنانه باشد مرد زنانه میبرن خواندنهای ما مردانه است که ما از گیری مردانه هیچ خلاص نمیشم در دنیا در مر جوی که برم انشالله خواندنها کلش مردانه است همی مردانه بوده که شوق زنانه را تور داده ملکه هلند چه ارزش و احترامی داشته براش دعوتش کرده گفته بی کشور ما بعد الان مثلا وضعیت چه جوریه واقعا آدم حسرت میخوره اون از اونجا دعوتش کرده گفته بیا برا من بزن ببین مثلا چه احترامی گذاشته همه کاراشو کردن بهش ویزا دادن آره چه کیفی میکنه آدم هنرمند موقعی که بهش احترام میذارن چقدر سعی میکنه خودشو بهتر کنه اینا همه تاثیر داره دیگه بله قطعا همینطوره بله باز یک وقت فکر کن تا حضورت بر بگردید شما را خوش آمدید میگیم و آقای مفتون برای ما میگن که در اونجا چی خواندین؟ دمو ده دقیقه شکیلا و سهیلا و شهلا بودم رو خوندم و خدای طولی ده سال دیگه در قدافیزم نمانده که چی بسیار خوب جلالی صاحب بس دیگه اگر کدام
آجی شخصی رفته خونده. ما خود میخونم تا صبح بخوانی ما میشنویم آقای مفتون. شما شاید نمیدونید. قربان شما نه خب. چون فیلمی ازش نیست. محترم چون برنامه خوب خودتون معلوم برنامه یک ذره یک شوخ و خنده و گپا دارد. دیگه ما را ببخشین که اگر گپ مون ته بالای شده باشه یا نه. جانم مستی. راستی انگلیسی نخوندی تا. جانم مستی بچه‌ها. او بیا درس میری سبا روز در خارجا باز میگه بگی انگلیسی. کشور خارج رفتم ایند. این مرا خواست هندستان رفتم یک فستیوالی هنری بود که از چهار گوشه ایند هنرمند جمع شد فستیوالاشون معروف هم هنرمندای اصیل مراواری بله هنرمندای اصیل جلالی سه بیاری خدای لای هزار بار شکر بشک در ایجا هم مقام اول گرفتم این مردم یک کم مست ساختم انشالله یا مرا همی رئیسی اون دو بیز و مست تا مست که کتی دموره چند تایش خدا توتا توتا کده آخ اوجا که تو لالالا کنی وقت سه تا اینی رفت کنشنگ مومنه باز برای ما یک محفل در یکی دو مرتب گرفتن بغریم دیگه جمع کرد دیگه بچه و طبقه ناس و بچه هرچی که بود جمع کرد همه گفتن که همی رئیس رئیسی نمی پوانتون از خط دعوت کده با ایجا که رفتم صاحب حدیثی که به اینا ما مست خوندیم و یارا خوششون آمد به ما گفتن که حالی همی صدایت به ما بسیار زیبا هم یک هندی نمیتونی بخونی که دل جگرمون ریخت الله که بفام امیانه ما گفتم خیلی متاسف هستم که هندی را نمیتونم و مقصد در کمپوز هندی گفتم باز یکان چیز براتون میخوانم حالی در انگلیسی هم خیلی با ببینیم که هست رفتیم بدون از اون همی فلک هم بخونم انگلیس خوش دارد خب خامور است که در انگلیسی بخوانی اونا خب تو بگی یک پاری شکل کرد اینجا برنامه رو قد میکنیم سپرایز باشه با تشکر بذار بخونه خب بسه اوکی میخواست هندی بخونه جالب بود میخوایی زرشو بشنویم آره میخوانیم چی بخونه بشنویم از پیروستان باشه یا عشقو بدون از او باز داره کوک میکنه جان دلی بشکسته دارم شپرک پرواز تو پرواز تو گل بچه پایم ناز تو ای لبی خاموش و قلبی خسته دارم شپرک پرواز تو پرواز تو گل بچه پایم ناز یک کف خوب زنی بچه آه ای با پیش چشم مردم خنده بر لب شپرک پرواز تو پرواز تو گل بچه پایم ناز تو ای با پینان گریه یا ایسته دارم شپرک پرواز تو پرواز تو گل بچه پایم ناز شپرک پرواز تو پرواز تو بچی پایین پایم ناز ای خطی بالا با تو می زیبت مثل کبوتر بخه پرواز امی خطی بالا با تو می زیبت مثل کبوتر بخه پرواز تلالالالا 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 فلک ما را نزن بالم شکسته شپرک پرواز کو پرواز گل بچی پایین پایم ناز کو ای غبار دیگه فلک منو نزن بالم شکسته خیلی نشه پرواز کو پرواز گل بچی پایین پایم ناز کو در این دنیا کسی را من ندارم شپرک پرواز کو پرواز گل بچی پایین پایم ناز کن آی اگر دارم و هم از ما گذشته شپرک پرواز پرواز گل بچی پایین پایم ناز کن
ای شپرک پرواز کن پرواز کن گل بچی با این پایم داد ای قدی بالا و تو بزبت مثل کبوتر پرواز ای قدی بالا و تو بزبت مثل کبوتر بخه پرواز تلالالالا خوبه، راضی شدی؟ بسیار عالی بود، خیلی پرمعنی شعراش و مهربان. ما همیشه از کارهای استاد میر مفتون لذت میبریم، امیدوارم حال کرده باشید. آدم خیلی بزرگیه بچه ها، باید قدر این هنرمندان رو دونست به خدا. چه خدمتی به موسیقی محلی افغانستان کرده و چه شعرهایی رو حفظ کرده نگه داشته، یادآوری کرده که از بین نرن. درود بر شرفت، جز اصالته. مرسی که بودید، خداحافظ. خداحافظ.